اومدیم کوهنوردی با بچه ها. مهناز و بچه ها جلوتر دارن میرن، ماشین اون عقب پارکه، کوهی هم که میخوایم بریم اونه و خیلی خفن و باحاله. اونم مهناز و بچه ها میخوایم بریم بالا یه غذای خوشمزه بزنیم، ببینیم چی میشه. سربالایی اول کوه، بچه ها آب خوردن، مهنازم آب خورد، دیگه میکنیم بریم بالا. اون بچه هم که از اول راه تا الان یه قلوه سنگی رو انداخته تو دهنش و داره میاره به عنوان یه وزنه. ایشون هم که تنبل تنبلا دو متکون میده و میره. خیلی هوا گرمه اما خب بریم اون بالا حال میده دیگه. مسیری که میبینید و اومدیم خیلی خوب این بار اومدیم. ما همیشه یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیمه میرسیدیم، الان فکر میکنم 40 دقیقه ای برسیم بالای همون جایی که میریم. این نشون میده که این ورزشایی که کردیم اثرگذار بوده و خوب بوده. مهناز هم اینجا اتراق کرد یه استراحت ریزی بزنیم و یه آبی بچه ها بخورن، دیگه چیزی نمونده تا برسیم. بده اون یه تیکه هست دیگه تمومه. 10% مسیر پایانی ری پایانی هستیم که یه باد ملایم و خوب داره میاد. اینم یه تیکه فضایی که ما باید برسیم به نوک، غذا رو درست کنیم، مشتی و خیلی هم عالی. حالا یه خورده از مسیر رو میریم. شیب نسبتاً تندی داره اما خب باید رفت، اینجوری نیستش که بمونی، موقعی که گرمی دیگه بری بهتره. آهسته و پیوسته میریم که خیلی روون برسیم اون بالا. مهنازم فکر میکنم یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیرتر از ما برسه. حالا باز من زودتر میرسم، وسایلو میذارم میرم کمکش که چون وسایل اونم سنگینه، وسایل ازش بگیرم. واقعا یه تیکه شیبش خیلی سخته و تنده، ولی زمانی که برسی به آخرش یه خدا قوتی روی تخت سنگ بالای این کوه نوشتن آدم حال میکنه میبینهش. فکر میکنم الان مشخص. این دقایق آخری رو گفتم قطع نکنم، ریکورد کنم تا برسیم. دیگه رسیدیم بچه ها، ما رسیدیم، ما موفق شدیم. تازه شروع کاره ها، میخوایم این بالا پخت و پز کنیم. این هم شیرا که از من زد جلو. اینم خدا قوت. مهناز اول سراشیوی تند است. خیلی لذت میده
هر آدمی رو نمیتونی ببینی اینجا لذت بخش. آدم های باحال و با عشق رو میبینی. مرسی. این هم محل اسکان ماه. همه چیمون رو در میاریم. اینم دمی گوجه مشت و توپ ما. این بچه هم داره من ماساژ هم میده، لیس با لیس هم کرد، ولی خیلی فضای خوبیه. دمی گوجه بسیار میچسبه و جاتون خیلی خالیه. صداش فکر میکنم برسه. باید برم اینجا. اینم از صداش که دیگه گرفتیم. اینم این دوتا بچه های عرازل و باش. بعد از اینجا برنامه استخره، یعنی میسوزی حسابی، میری استخر آب سرد حال میکنی. جاتون خالی. امیدوارم که همیشه برید تو طبیعت و حالشو ببرید و مثلا فضاتون عوض شه. خب تا ناهارمون حاضر شه گفتیم بیاییم با این بچه ها یه دوری بزنیم اون شیراک که تنبله. شیراک بودو بیا بودو. شیراک واقعا تنبله، نگاش کنین. ولی جسی ماشالله همینجوری دوست داره بره این ورن ور فضولی. ناکو سنگم برمیداره که حسابی بازی کنیم. شیراک موند. بودو بیا. آفرین بودو. یعنی تا بهش نگی میگه خب پس بذار من گشاد بازیمو بکنم دیگه. ولی دیگه تا وسط های راک میاد دور میشه نسبت به جایی که حالا یه نفر دیگه هست مثل مهناز یا دیگه خونش هست دور میشه، دیگه مجبوره که بیاد. میگه ای بابا باز اینا منو کشوندن. خیلی آفتاب خوبیه ولی خب میسوزونه دیگه، علاوه خصوص این که تو رو کوه هم هستی و دیگه آفتاب خیلی مستقیم تر و بدون هیچ کثیفی و اینایی بهت میخوره دیگه. چون پایین هوا بالاخره غبار و کثیفی داره، آفتابه کمتر اثرگذارتره. خب خود راجع به این منطقه بهتون توضیح بدم. باید محدوده هرم بریم بالا تا اینجا برسیم. این مسیر هست. این منطقه منطقه حفاظت شده توچاله. توچال نه توچال. سمت پاکدشته. خیلی دو سه تا قله جذاب داره، قبه کمر و
جلوک و یکی دیگر رو اسمشو نمیدونم، یه چند تا قله هست اینجا که خوب هستش. بعد خود اینجا که منطقه حفاظت شده هستش، انواع پرنده های مختلف رو داره، گرگ داره، پلنگ داره، آهو داره. اونجا هم اون مسیر آدم داره میره و میاد، اون مسیر مسیر ماشین روه که هر کسی رو نمیذارم بیاد، فقط کسایی که محیط با نمیتونن با ماشینشون رد شن و هر چند دقیقه یک بار میان یه سرکی میکشن که کسی شکار ممنوعه و غیر عرف نزنه. بعد خدمت شما عرض شود که اوه اونجا هم آدم داره میاد باز. این مسیر مسیر جاجروده، میخوره تهش به جاجرود، از این ورم که میخوره به توچال و پارچین و پاکدشت. خود محدوده و منطقه توچال که این فضای داخلش هست، فصل انار که میشه انارای خیلی نابی داره، یعنی به جرات میتونم بگم برابری میکنه با انار ساوه، حتی بهتر از اون. و خیلی جای باحالیه، جای جذابیه. اونورم که معدنه، دارن کوهو میکنن و تراش میدن و از اینجور کارا. کلیت فضای همینه. گفتم که باز بهتون نشون بدم یه خورده ای ببینید چه فضای جذابیه. خوبی و مزیتش اینه که مثل بقیه کوههایی که توی تهران هستش آدم زیاد نمیبینی. به ندرت آدم هست، آدمه ورزشکار میاد این بالاها. مثلا شما درکه یا هر جای دیگه میرید تا نصف مسیر اکثرا آدم های عراض لوباش هم میان، بعدش دیگه میشه کوهنورد، ولی این از همون اول کوهنورد میان. زیاد فضایی نیست که همه کسی باشه و مردم بیان. خب محلیه خودمونم میان دیگه. این از این. خب اینم دمیگوجه جذاب ما که دیگه دمدمای قلای آخرشه. هرچی اتفاقای خورده آبکی تر باشه خوشمزه تر و جذاب تره، ولی خب حالا یه خورده دیگه باید بذاریم بپزه. خیلی جذاب. چطوره؟